هلو بادیز، هوپ تو بی آسم. سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدیم به این ویدیو. من آریانم از کانال ایزی سپیک انگلیش. امروز اومدیم با آموزش توصیف ظاهر افراد به انگلیسی. ولی قبل از شروع، برای حمایت از ما کانال ما رو حتما حتما سابسکرایب کنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما حتما لایکش کنید تا یوتیوب اون رو افراد بیشتری نشون بده و زنگوله بغلش هم بزنید که بعد از آپلود کردن جز اولین نفرایی باشید که ویدیو ما به دستتون میرسه. و اگر فکر میکنید این ویدیو میتونه به دوستاتون هم کمک کنه، اون رو باهاشون شیر کنید و بی معطلی بریم سراغ ویدیو. خب دوستان، اومدیم سراغ آموزش توصیف کردن ظاهر افراد. Describing appearance. Describe کلن میشه توصیف کردن. Describing appearance میشه ظاهر. Describing appearance میشه توصیف کردن ظاهر. Describing appearance میشه توصیف کردن ظاهر. حالا ما برای توصیف کردن ظاهر افراد به چند تا موضوع نیاز داریم. اولین موضوع هست بیوری میشه زیبایی. بیوری. و برای آقایان میگیم هنسام. به یک مرد خوشتیپ یا خوشقیافه میگیم هنسام یا میگیم good looking. پس چی؟ handsome و good looking. و برای خانوم ها میگیم pretty، میشه معنی زیبا. pretty یا beautiful هم میتونین بگین. beautiful، pretty یا gorgeous. gorgeous هم میشه زیبا. gorgeous، beautiful، pretty برای خانوم ها به کار میره، handsome و good looking برای آقایون به کار میره. ordinary میشه معمولی. ordinary میشه معمولی. یک از اینکه نه میتونیم بگیم قیافش خیلی خوبه، نه بده، میگیم ordinary، معمولی. size میشه اندازه، که موضوع بعدیمون هست. size. خب ما برای توصیف قد افراد، قد میشه height. برای توصیف قد افراد میگیم tall، یعنی قد بلند، و یا میگیم short، میشه قد کوتاه. پس برای توصیف قد چی میگیم؟ یا فرد قد بلنده یا قد کوتاهه. قد بلند میشه tall، قد کوتاه میشه short. weight میشه وزن. برای توصیف وزن افراد میگیم slim، میشه لاغر خوشیکل. slim، خیلی لاغر نیست. slim یا thin میشه خیلی لاغر. فرق slim و thin در اینه که thin میشه خیلی لاغر، slim میشه لاغر خوش فرم، یه جور خوشیکل در واقع. overweight میشه فردی که اضافه وزن داره. نمیخوایم بگیم fat، یه جور توهین آمیزه، به جای اینکه بگیم طرف چاقه میگیم overweight، یعنی اضافه وزن داره. پس برای توصیف وزن افراد چی گفتیم؟ slim که میشد یک لاغر خوش فرم و خوشیکل، thin میشد خیلی لاغر، و overweight که میشد فردی که اضافه وزن داره. overweight. خب بعدی هست hair. موضوع بعدیمون هست hair که میشه مو. hair. خب رنگ ها هم هستن. بلاند میشه موی طلایی. بلاند میشه موی طلایی. براون میشه موی قهوه‌ای. براون میشه موی قهوه‌ای. و بلک میشه مشکی. کلا حالا مو نه، کلا دیگه واسه همه چی به کار میرن دیگه رنگا. بلک میشه مشکی. حالا ما تو مدل های مو میگیم straight میشه صاف. straight
میشه صاف. ویوی ویوی میشه موجدار. ماهایی که موجدارن رو میگیم ویوی ویوی. ویو کلن میشه موج. ویوی میشه موجدار. کرلی هم میشه فر. کرلی میشه فر. خب ما برای توصیف کردن ظاهر افراد اول سایز یا اندازه رو میگیم، بعد ستایل یا مدل رو میگیم و در آخر کالر یا رنگ رو میگیم. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. پس اول چی رو میگیم؟ سایز یا اندازه، بعد ستایل یا مدل رو میگیم و در آخر کالر یا رنگ رو میگیم. دو تا مثال رو بردم براتون. اولین مثال چیه؟ She has long سایز رو گفتیم، straight مدل رو گفتیم، brown رنگ، hair چی میگه؟ میگه او موهای قهوه‌ای صاف بلندی داره. شما به انگلیسیش باید دقت کنید. long اول سایز، straight دوم ستایلش و brown سومم color. میریم سراغ نمونه بعدی که میگه he has big black eyes. big black eyes. خب ما برای چشم نمیتونیم مدلی بگیم، حالا اینجا نگفته، نمیتونیم مثلا مثل مو بگیم صافه یا همچین چیزی، بخاطر همین دیگه ستایل چون نداشت نگفتیم. big میشه بزرگ، اول سایز رو گفت، ستایل که نداشت، black شد رنگ. این ستا رو همیشه باید رعایت کنید، size, style و color. پس چی شد؟ he has big black eyes. او چشمان مشکی بزرگی دارد. خب دوستان ممنونم ازتون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. نظراتتون رو حتما توی بخش کامنت ها بنویسین و تا ویدیوهای بعدی بدرود.